سلام و صد سلام خدمت دوستان موشکاف و موشکافی. عرضم به حضورتون که توی چند روزه از تیوی ریش و ورق‌پاره‌های نظام تا مهرهای ریز و درشت حکومت دور افتاده بودن همه جا به عجز و لابه واسه شرکت تو نمایش انتخابات. یه نمونش پاستورالی لاریجانی بود، سردسته دزدان نظام تو مجلس. چند ساعت وقت گذاشتن برای حضور در پای صندوق های رای و رای دادن به هر کسی که مایل هستن، نفس رای دادن ملت عزیز کاملا ظرف 24 ساعت تأثیر میذارد که اونا بفهمن این روشی که با ملت ایران شروع کردن، یعنی فشار حد اکثری اقتصادی و ماجراجویی های سیاسی، اینو باید ریلشون رو عوض بکنن. دی آی علی پاسدار، درازگوشی یا خودتو به درازگوشی میزنی؟ یعنی واقعا تو فکر میکنی که اگه کسی نمیاد رأی بده واسه اینه که وقت نداره؟ خودتی. اما جالبه ها، ورد زبون همشون شده قهر با صندوق، از یارو شغفری گرفته تا همین لاریجانی و اون یکی فسیل نظام ناطق نوری، اونم میگه با صندوقا قهر نکنین. اما اوضای نظام اونقدر پتاله که تیوی ریش رفته سراغ زنان قالیباف روستاهای اردبیل که واسه شون تبلیغات انتخاباتی کنن. بانوان فرشباف اردبیلی میگویند در انتخاب گره ها باید دقت کرد تا در نهایت فرشی زیبا از کار بیرون بیاید. فرشبافان اردبیلی میگویند برای داشتن مجلسی قوی هم لازم است در انتخابمان دقت داشته باشیم. وای اتفاقا درست میگن، در انتخاب گره باید دقت کرد، اما مشکل گره نیست. ببین یارو تار و پود و خامه پوسیده است، هرچی هم گره بزنی پاره میشه. آخه کل دار قالی نظام ولایت خامنه پوسیده است، همین روزاست که رو سرشون خراب شه. ملاحظه فرمایی که یارو سر خراب شدن دار قالی انتخاب آباد رو سرشون چه هشدارایی میده. حسام الدین آشنا با اشاره به در پیش بودن انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی نوشت: هشدار، قهر با صندوق، قهر با دولت یا شورای نگهبان نیست، بلکه در عمل یعنی افزایش تحریم و فشار، افزایش عملیات تخریبی منافقین. دبیا عجب کشفی کرده. میگه قهر با صندوق و رأی ندادن یعنی افزایش فعالیت مجاهدین. جانمی جان، تازه کجاش دیدی یارو؟ بچهای قیام، کانونای شورشی عزیز، حتی دیگه این یارو آشنا هم فهمیده که دور شماست. آره بله، نه به نمایش انتخابات، یعنی آری به قیام. جانمی جان، بازم قیام، بگو قیام و قیام و قیام. آره دوستان عزت زیاد.